محمد کبیر تاهری تیموریان رئیس اتحادی عطبات عالیات افغانستان از بلا تکلیفی و سرگردانی هزار زائر افغانستانی در مرز چزا به خبر داد به گفته وی برای این تعداد زائر افغانستانی اجازه خروج از مرز ایران صادر شده اما اجازه ورود به عراق متاسفانه داده نمی شود محمد کبیر تاهری تیموریان رئیس اتحادی عطبات عالیات افغانستان ضمن اعلام این خبر به خبرگزاری اخبار گفت این در حالی است که تعداد 6000 زائر افغانستانی جامانده دیگر از زیارت اربعین از مرز دوغارون حد فاصله میان ایران و افغانستان تا مرز چذابه در حال رسیدن به مرز ایران و عراق هستند و احتمالاً آنان نیز دوچار این بلا تکلیفی خواهند شد وی با اشاره به اینکه در دستورالعمل نخست وزیر عراق تصریح شده که زائران برخی از کشورها از جمله افغانستان تا پایان ماه سفر اجازه ورود به عراق را دارند از دولت عراق و مسئولان زیرب درخواست نمود که این مشکل مرتفع شده تا این تعداد از زائران افغانستانی بتوانند وارد عراق شده و امکان زیارت داشته باشند گفتنی است مجوز اولیه اعزام پنجاه هزار زائر افغانستانی برای زیارت اربعین سال جاری از سوی طالبان صادر شد و با همکاری کنسولگری های عراق در تهران و مشهد ویزای رایگان زائران افغانستانی بدون هیچ مشکلی صادر شد اما در ادامه به دلیل عدم همکاری فقط تعداد کمی از آنان توانستند قبل از ایام اربعین وارد خاک عراق شوند و اکنون هفت هزار نفر از آنان که از زیارت عرب این جاماندند ره سپار این سفر شدند این تعداد از زائران افغانستانی به دلیل آنکه اخذ ویزای دوبار ورود به ایران برای زوار افغانستانی و پاکستانی از نظر قانونی لازم و ضروری است به دلیل عدم همکاری های لازم در این زمینه توفیق شرکت در پیاده روی و زیارت عربعین را از دست دادند و تلاش می با تأخیر خود را به زیارت عتبات برسانند این تأخیر موجب ازدهام زوار تازه از راه رسیده افغانستانی و پاکستانی در مرزهای ایران عراق و بروز مشکلات مضاعف شده است تصاویر انتشار یافته در مرز مهران حکایت از ازدهام زوار افغانستانی و پاکستانی دارد که قصد ورود به عراق و زیارت عتبات را دارند اما گیت های ورودی جوابگوی ازدهام و کسرت زوار نیست به گزارش خبرگزاری اخبار شیعه بعد از پیگیری‌های های مؤسسه مصباح الحسین علیه السلام وابسته به دفتر آیت الله شیرازی در شهر مقدس کربلا از دفتر نخست وزیر عراق کمتر از ساعتی قبل مرز به روی زوال افغانستانی باز شد آخرین اخبار دریافتی حکایت از موافقت متصدیان گذرگاه مرزی عشیب با ورود زائران افغانستانی در قبال پرداخت ده دلار به ازای هر زائر برای ورود به خاک عراق دارد امید است مشکلات پیش آمده برای سایر زائران افغانستانی و پاکستانی با مساعدت دولت عراق مرتفع شود